الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق داریم این روزها آیات پایانی سوره مبارکه روم رو با هم معنا می کنیم. از آیه 41 شروع کردیم. 60 آیه است این سوره. طبیعتا این 20 آیه رو در ماه مبارک رمضان امسال با هم انشاءالله نکاتش رو بررسی میکنیم و عرض میکنیم. امروز به آیه 48 رسیدیم، 48 و 49، که در رابطه با موضوع باران و بارشه. میدونید آیات زیادی تو قرآن، یعنی جاهای مختلفی تو سوره های مختلفی، خدا راجع به نعمت باران صحبت کرده. حالا کلماتی هم که راجع به باران به کار برده چند جوره. ما تو فارسی میگیم باران، اما در قرآن مطر، قیس، قیس با سه نقطه و غین، وابل، سیب، ما، ودق، اینا کلماتی که به معنای بارانه. گاهی میگه از آسمان ما آب میفرست، گاهی تعبیر وابل داره، گاهی مطر داره. حالا یه تفاوتایی هم با هم داره، بارانها بعضیا درشته، بعضیا ریزه، بعضیا تگرگه. ولی شاید بیش از 50 تا آیه تو قرآن راجع به باران داری. هم این که چجوری باران شکل میگیره، هم این که باران چه آثاری تو زندگی مردم داره. مثلا حالا من چند تاشو عرض میکنم. قرآن میفرماید یکی از آثار باران این از زمین رو زنده میکنه، یکیش این است که باعث رویش میشه. وقتی باران میزنه دیم، زراعت، درختها رشد میکنه. یکی این است میفرماید پاکیزه میکنه، زمین تمیز میشه، تراوت پیدا میکنه. یکیش این است که میگه منبع تأمین آب آشامیدنی است. واقعا هم اینطوره، اگه باران یه جایی قطع بشه مردم میمیرن، آب نباشه هیچی نیست. نکته مهمی که تو قرآنه و این معجزه است، البته همه قرآن معجزه است، ولی این معجزه علمیه. 14 قرن پیش کسی خبر نداشت که چجوری ابر شکل میگیره، یا اگرم خبر داشت به این دقت که چطور بخار آب از دریا برمیخیزه، چطور به آسمان میره، چطور فشرده میشه، و اینکه ابرها مثل کوه میمونه. ما خب غالبا سطح پایینی ابر رو میبینیم، تو آسمان ابره، ولی اینایی که هواپیما سوار شدن دیدید وقتی هواپیما میره بالای ابر، کأنه شما داری از روی کوه عبور میکنی. کوه بلند، کوه کوتاه، کوههای دوقلو، اینا همه ابره، یعنی ابرها به صورت کوه. و خدا این کلمه کوه رو راجع به ابر به کار برده. خب پیغمبر گرامی اسلام میدونید شما 40 سال تو مکه بوده، یه سفرم شام رفته، اینا رو کسی نبوده آموزش بده. خود همین دلیل بر معجزه بودن قرآنه، چون اون زمان کسی این اطلاعات علمی رو نداشته. حالا من
قبل از اینکه سوره روم رو معنا کنم، اجازه بدید از سوره نور یه آیه رو بخونم. آیه 43 سوره نور راجع به اینکه باران چجور درست میشه. علم تر ان الله یزجی سحابا، پیغمبر نمیبینی خداوند ابرهایی رو میفرسته، ابرهایی رو به اصطلاح قرار میده بالا سر مردم، ثم یؤلف، ببین این یه معجزه علمی است، این ابرها رو با هم تألیف میده، لذا این ابرها باید جنبه ارتباط با هم بگیرن و الا بارانزا نخواهد بود، مثبت و منفی داشته با هم برخورد کنن. یؤلف یزجی، بعد یؤلف تألیف میده، ثم یجعله رکاما، بعد متراکم میشه این ابرها، متراکم میشه، فترل ودق، ودق واو دال قاف به معنای بارانه، میبینی که باران یخرج من خلالهی، از این ابری که سه مرحله رو گذرانده، اول به آسمان رفته، بعد تألیف شده، بعد متراکم شده، این به اصطلاح و ینزل من السماء من جبال، این اعجاز علمی قرآنه، خدا از آسمان، از کوه، خب کجای تو آسمان کوهه؟ کوه تو آسمان، همین کوه ها منظور همین ابراز. عرض کردم عزیزانی که هواپیما سوار شدن توی هوای ابری، وقتی بالای ابر میری فیلماش هم هست میتونید ببینید، مثل اینکه سلسله کوه، همه ابرها به شکل کوه، درسته ما سطح پایینیشو میبینیم که صاف خیلی جواد. قرآن میفرماید و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، گاهی هم در اثر سرمایه زیاد این باران تبدیل به تگرگ میشه. شما عزیزانی که سفر هوایی داشتن، اون خلبان یا اون آقایی که اعلام میکنه میگه مثلا هوای اینجا 30 درجه زیر صفره، گاهی میگه 40 درجه زیر صفره. الانم که هوای ما اینجا 15-16 درجه است، 20 درجه است، هواپیمایی که دوده 30,000 پا میره بالا حدود 30 درجه زیر صفره. بعد میگه ما برای آسایش شما مثلا این کابین رو 26 درجه گذاشتیم، 25 درجه گذاشتیم، ولی بیرون 30 درجه زیر صفر خیلیه. لذا بعضی اوقات این قطرات باران قبل از اونی که به زمین برسه توی اون جو سرد تبدیل به تگرگ میشه، دانه های یخ، دیدید دیگه بعضی جوها حالا درشت میزنه، ریز میزنه، یا برف تبدیل میشه. این سوره نوره که این میفرماید چند مرحله طی میشه تا به اینجا برسه. این یه آیه، گفتم حدود 50 تا آیه تو قرآن، شاید حالا من دقیق نشمردم، شاید بیشترم باشه، راجب باران، از جمله همین آیه سوره نور که داریم میخونیم. ببینید من سوره نور رو بخونم، سوره روم عزم میخوام. الله الذی، آیه 48، یرسل الریاح، خدا بادها رو میفرسته. یه روز گفتم ریاح تو قرآن هر کجا اومده مثبته، اما ریح هر کجا اومده منفی است، یعنی تقریبا اکثر جا، شاید یک جا تو قرآن مثلا ریح طیبه داریم، ولی هر کجا کلمه ریح اومده یعنی باد منفیه، باد نحس، باد شکننده. اما ریاح که جمع ریحه یعنی بادها، بادم معجزه است. یه روز گفتم باد نباشه خیلی کارا تعطیله. خدا میفرماید خدایی که باد میفرسته، فتوسیر و صحابا، توسیر یعنی بر میانگیزه ابر رو. خب بعد چه کار میکنه این ابر وقتی میره بالا؟ فیبسطه فی السماء کیف یشاء، هر کجا بخواد میفرسته. یه وقت ببینی ابر از رو قم رد میشه میره مثلا تهران، وای نمیسته اینجا. یه وقت ببینی مثلا شما تلویزیون اخبار گوش میدید، از 30 تا 40 تا منطقه میگه آقا اینجا 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 باران میاد، یه منطقه نمیاد. میبینی یه استان 2 تا شهرش بارانی، 2 تا شهرش آفتابه.
فیبسطه، این فقط خداست که اینها رو منتشر میکنه تو آسمان، کیفه یشا، و یجعله کسفا، پراکنده میکنه. تو ابر مأمور اونجایی، تو ابر مأمور اونجایی. وقتی این ابرها جایگزین شد، جانمایی شد، آقا این ابر مال قمه، این مال کاشانه، این مال تهرانه، او وقت فتر الودق، اینجا هم کلمه ودق آمده، واو و دال و قاف، یعنی آب باران، یخرج من خلالهی، از میان این ابرها باران میاد، فاذا اصاب بهی من یشا، وقتی این باران میریزه روی مردم تو شهر، من عبادهی، اذا هم یستبشرون، مردم خوشحال میشن، یعنی به به باران آمده، مثال کشاورزیمون خوبه، باران مفیده، حالا انشاءالله بعدن عرض میکنم باران زیانبار رو هم بعدن بحث میکنم. واقعا اینطوره، شما دیدید وقتی باران میاد چه نشاطی آدم داره، چه شادابی داره، کمبود آب نیست، صدا پر میشه، یستبشرون. بعد خدا میفرماید وقتی بعضی وقتا بارون کم میشه، بعضیا ناامید میشن، و این کانو من قبل ان ینزل، آیه 49، اگرچه قبل از این که ما بارون بفرستیم، لمبلسین، بعضیا ناامید شدن، نه دیگه امسال تموم شد، من یه خورده امسال زمستان باران کم بود، بعضی رفقا به من میگفتن، گفتم دعا کنید، ولی این عالم ملک خداست، میفرسته، نگران نباشید، دیر و زود داره، خدای تبارک و تعالی تأخیر میاندازه، گاهی جلو میفته، صلاح بدانه میفرسته، که حالا به حمدالله توی اسفند و بهار انشاءالله این بارندگی ها جبران خواهد شد. و ان کانوا من قبل ان ینزل، گرچه خیلی ها قبل از اینکه این باران بباره، من قبلهی لمبلسین، آقا بعضی هم میدونیم متاسفانه زود دنبال حرفهای نادرستن، ای فلانجا اومد اینجا نیومد، اونجا کافرن باران داره، ما مسلمانیم باران نداریم، اونجا شراب میخورن ما نماز میخوانیم، فوراً هم میرن دنبال مقایسه. و آقا ان الله مع الصابرین، من حالا عرض خواهم کرد، نزول باران تحت تأثیر دو تا عامله، خوب دقت کنید، چون بعضی وقتا این فضاهای مجازی، بعضی افرادی که خلاصه دنبال سوژه گرفتنن، میخوان مسخره کنن، حالا دنبال بهانن، دنبال حرف گوش کردن هم نیستن، مقایسه میکنن. آقایون، باران تحت تأثیر دو دسته عوامله، یک عوامل طبیعی، بالاخره یک کشوری که مدیترانه‌ایه، کنار دریا واقع شده، یا بنده یه سال رفته بودم تبلیغ مالزی، خب اونجا یه منطقه ایست که تقریبا هر روز باران میامد، هر روز بلا باران شدید، یعنی یه بارانی که گاهی ما یه وقتی تو ماشین توی خیابون تا نصف ماشینمون باران گرفت، یعنی آب گرفت، بارانی که اگر کسی ناشی باشه اونجا باید بره نماز آیات بخونه از شدت برخورد رعد و برق، منطقشه، من اقتضای بعضی مناطق اینه، یه منطقه کویریه، یه منطقه مدیترانه‌ایه، یه منطقه در خطی واقع شده که در واقع این بارش در اون خط بیشتره، این مشخصه، یعنی شما بالاخره نمیتونید یزد و قم رو مثلا با گیلان و مازندران مقایسه کنید، بالاخره اون منطقه از نظر منطقه‌ای، عوامل طبیعی، زمینه بارش درش بیشتره، در مناطق کویری کمتره، اینو قبول داریم ما. اما آقایان، باران یه عوامل غیر طبیعی هم داره، عوامل معنوی، این چیزیه که ما معتقدیم. من یه داستانی میگم بعد اینو توضیح میدم. در جنگ بدر که تو همین ماه مبارک رمضان واقع شده، خب اولین جنگ مسلمان هاست، 313 نفر از مسلمان ها اومدن، قصد جنگ هم نداشتن دیگه، دستشون بند شد، مشرکین 1000 نفر بودن، سه برابر این 313 نفر، همم شمشیر نداشتن، همم اسب نداشتن، یه تعدادیشون بدون شمشیر و بدون اسب
یه عده‌ای هم کمی هم شمشیر داشتن، یعنی 313 تا آدم بودن ولی مسلح نبودن، ولی دشمن 1000 نفر مسلحن، 1000 نفر مسلح. شما اگر داستان جنگ بدر رو دوست دارید مطالعه کنید، سوره انفال، این آیه‌ای هم که من الان میخونم سوره انفال آیه 11 است. خب اینا حرکت کردن، پیغمبر تو مسیر که میآمد بالاخره به اینا امید میداد، آرامش میداد تا برسن به منطقه بدر. بنده شهر بدر عربستان رو رفتم، الانم اونجا اون شهر به اصطلاح مسجدی که پیغمبر در اونجا حضور پیدا کردن، در اون محل جنگ رو مدیریت کردن هست. رفتم یه نمازی هم تو اون مسجد ما خواندیم. البته حاجیان نمیرن، عمره نمیرن، غالبا کسی بخواد خودش باید بره. قبرستانی در کنارشه که 14 تا از شهدای بدر در اونجا دفنن، اون قبرستان هم الان هست، شهر بدر معروفه. خب فاصله داره تا مدینه. وقتی مسلمان ها رسیدن اونجا خسته، راه طولانی، دشمن زودتر رسید، چاهای بدر رو گرفت، چاه آب رو گرفت. خب حالا شما فکر کنید یه لشکر خسته تشنه، خسته تشنه، آبم دشمن محاصره کرد، روحیش رو از دست میده. اینجاست که پیامبر و مسلمان ها دست به دعا برداشتن. حالا من آیهش رو براتون بخونم، ببینید سوره انفال آیه 11. از یقشیکم النعاس، اولا تا رسیدن همشون خوابشون گرفت، اما نه خواب سنگین، چرت. ما یه خواب سنگین داریم در 5 ساعت 6 ساعت میخوابه، بعضی وقتا شما یک رب حتی نشستی یا یه چرت آرام نرم خیلی با امنیت، البته تعریف میکنم، ولی اینجا انجام ندیده، من دارم تعریف میکنم، یه خواب خیلی آرام، به قول یه کسی میگه من این خواب پای منبرا فقط خوب میرم. همه اینا آقا خوابشون برد، نه خواب سنگینا، نوم، نه نوم، خواب سنگینه، نعاس، نعاس یعنی چرت، چرت کوتاه. همشون هم تو بیابون ها، تو بیابون همه خوابشون بود. از یقشیکم النعاس، یه خواب خوبی خدا انداخت تو چشمتون، امنتن منه، این خوابه به شما یک آرامشی داد. خب حالا اینا پس خستگیشون در رفت، آقا یه مرتبه باران گرفت، چه بارانی ها، چه باران، تمام چاله ها، تمام گودال ها، تمام اینا پر از آب روان شد. قرآن میفرماید که و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم، چون بعضیاشون هم تو همین خوابی که رفتن احتیاج به آب پیدا کردن، احتیاج به غسل پیدا کردن، بالاخره هم میخواستن شستشو کنن، هم یه خورده قرآن تو روایت هم دارد اینا اون منطقه خاکی بود، خاک گرفته بودن. آقا تمامشون هم خوابیدن، هم آب خوردن، هم غسل کردن بعضیشون، هم خودشون شستن، قبراق و سرحال، حمله صورت گرفت و پیروزم شدن. 70 تا از مشرکین رو کشتن، 70 تا هم اسیر گرفتن، کلی هم غنیمت گرفتن. اونا سرگشت به اصطلاح سرشکسته برگشتن، مسلمانان پیروز اومدن. این عوامل معنوی است، یعنی این باران در اثر اون دعا اون شب. اینو باید اعتقاد داشته باشیم ما، یعنی حالا توضیح خواهم داد بیشتر. ببینید ما تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل وقتی میخواییم از حضرت عباس علیه السلام تعریف کنیم، میگیم اشهد انکه مزیت علی ما مزا علیه البدریون، تو مثل بدریون بودی، راه اونا رو رفتی. بعدها در چطور الان میگن مثلا فلانی 8 سال دفاع مقدس بوده، فلانی یادگار سال اول جنگ. آقا بعدها این بدریا بیشتر دیگه احترام داشتن، یاران امام زمان هم همین قدر دیگه، 313 نفر به تعداد یاران بدر.
لذا بدری ها دیگه در آینده شدن جزو از سابقون از سابقون. داستان جنگ بدر همینه، 313 تا آدم بی سلاح کم سلاح خاکی شدن خسته با یه باران و یه خواب. آقا شما یه جایی یک ساعت نیم ساعت خواب کنی، بعدم بلند شی ببینی همه جا رو باران زده، هوا لطیف، کیف میکنی. این اتفاق تو جنگ بدر افتاد. لذا من یه آدرسی بهتون بدم، خیلی جالبه، حالا فرصت نیست من بحث کنم، ولی خودتون ببینید یا توی فضای مجازی اینو این خطبه رو بیارید ببینید. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 115 نهج البلاغه راجع به باران صحبت کرده. آقا کیف میکنه آدم وقتی نگاه میکنه، دعایی برای باران. اونجا حدود 30 تا، دقت کنید، حدود 30 تا ویژگی برای باران ذکر کرده. امیر بیانه، علیست، علی ابن ابی طالبه، حدود 30 تا ویژگی برای باران ذکر کرده. من چند تاشو براتون بگم. ببینید خطبه 115، اللهم، کلام امیرالمومنین، سقیا، سقیا به همون بارانی که فرود میاد میگن، خدایا این بارانی که از آسمان میاد، البته میتونه سیل بشه، مگه در سیستان سیل نشد خرابی آورد؟ مگه در اون سال در شیراز یه لحظه 20 دقیقه باران سیل زد چند تا ماشین؟ همین قم چند سال قبل من یادمه زد رودخانه، ماشین رو برد، آدم ها رو برد، تلفا، میتونه خطرم باشه. خوزستان چند سال قبل، اندیمش، هنوز آثارش باقیه بعضی جاها، چقدر آدم رو از بین برد، میتونه خطرناکم باشه. چرا راه دور میرید؟ طوفان حضرت نوح باران بود دیگه، با هر بارانی هم خوب نیست. بارانی که این سی تا ویژگی رو داره، البته من همشو نمیگم، بعضیشو عرض میکنم، اللهم سقیا منکه، خدایا این بارانی که میدی محییه، حیات بخش باشه، مرویه، سیراب کننده باشه، تامه، کامل باشه، یه ناقص نباشه، یه جا بیاد یه جا نیاد، عامه، فراگیر باشه، بالا تهرون نیاد پایین نیاد، همه جا رو بگیره، طیبه، پاکیزه باشه، باران ریز، روان، خوب، آهسته بزنه، همه جا رو تمیز کنه، مبارکه، با برکت باشه، هنیعه، گوارا باشه، گلولای نیاد، این باران بیاد توی این جویه ها، بره توی سد، پشت سد قرار بگیره. الان گفتن بسیاری از سدهای خوزستان جاهای دیگه به حمدالله ظرفیتهاش تو همین بارندگی اخیر تکمیل شده یا نزدیک به تکمیله. هنیعه، مریعه، زاکیان نبتها، یه بارانی باشه که گیاها رو برویانه، نه بزنه درختها رو ببره، مزرعه ها رو ببره. الان برنج روی زمینه، سیل بیاد همه شالیا رو از بین ببره، به درد نمیخوره. گندم رو کاشتن، سیل بیاد از بین، نه، همچین باران خوبی باشه که اینا رویش پیدا کنه. سامرن فرعها، میوه ها از درخت بیاد بیرون. ناظرن ورقها، خرمی بده، بزنه به دشت و صحرا، آدم رد میشه. خب ببینید من چند تا آدرس دادم، یکی سوره نور آیه 43، یکی همین آیه‌ای که الان داریم بحث میکنیم سوره روم آیه 48-49، یکی هم خطبه 115 نهج البلاغه. لذا یه وقتی کسی آمد پیش امام مجتبی علیه السلام گفت آقا منطقه ما باران کم شده، قحطی شده، آقا فرمود به مردم بگید زیاد استغفار کنن، استغفر الله ربی و اتوب الی، باران زیاد میشه. بله ببین من اول توضیح دادم، من منکر عوامل طبیعی نیستم. شما نگو آقا یه منطقه بت‌پرست کافر بیدین مراکز فساد در فلان منطقه اروپا هر روزم باران داره، کسی اونجا استغفار میکنه؟ آقا اون عوامل طبیعیه.
شرایط اقلیمی گاهی، اما یقینا بدانید دعا، استغفار و ترک بعضی از گناه‌ها که الان میگم مؤثره. امام سجاد علیه السلام یه روایتی داره، این روایت رو میخوانم همه گوش بدن، ولی این برنامه چون پخش میشه به هر حال کم و بیشم روزا تعطیل آقایون مسئولین تو خونه هستن، اونا بیشتر گوش بدن، آقایان قاضیان، قوه قضا، آقایان نمایندگان، آقایان دولتی ها، استاندارا، فرماندارا، مدیر کلا، مسئولین اقتصادی کشور، این روایت رو بیشتر گوش بدن. البته هممون گوش بدیم. امام سجاد علیه السلام فرمود 7 گناه باعث کاهش باران میشه، غیر از شرایط اقلیمی ها، اون جای خودش که آقا میگن امسال به دلیل مثلا باران کم زیاده، غیر از اون. چرا ما گفتن نماز باران بخوانید؟ مگه تو همین شهر مرحوم آیت الله سید محمد تقی خانساری که قبرش اینجاست نماز باران نخوان بارانم؟ مگه ائمه ما علی ابن موسر رضا نماز تمام شد باران آمد؟ پس نماز و دعا مؤثره، گناه هم مؤثره. من این روایت رو بخونم و بحث رو جمع کنم. از ذنوب التی تحبس و غیث السما، گناهانی که باران رو سلب میکنه، حبس میکنه. آقا چطور گناه تحبس و دعا، چطور گناه تغییر و نعم؟ اینا حدیث، روایت، آیه قرآنه. استغفروا ربکم یرسل انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، این قول قرآن سوره درباره از نوح. 7 گناه جلوی این نعمت رو میگیره. 1، جور الحکام والقضات، اگر جایی حاکمان و قاضیان به مردم ظلم کنن، یه قاضی پرونده ای رو کم و زیاد کنه، رشوه بگیره، بیتوجهی کنه، به مظلومی حق مظلومی رو نادیده بگیره، جور الحکام، جور حکام و قضات و قاضیان، کسانی که در عرصه قضاوتن، عدالت در روایات داریم باعث میشه نعمت خدا بر شما زیاد بشه. اگر تو قوه قضایی عدالت کم شد، پارتی بازی شد، قاضیان خدای نکرده نادیده گرفتن حقوق مردم رو، تأثیر میزه. شما نگو به ما چه، اون آقا خلاف کرده، نه، شامل میشه، فراگیره. قوم شعیب همشون عذاب شدن، با اینکه همشون کم فروشی نمی کردن، کم فروش بودن دیگری، همشون نبودن، چون بقیه هم ساکت بودن. اگر یک جایی جوری شد باید فریاد زد، اعلام کرد، آدمو عوض کرد، بازرس باشه. اما اگر سکوت مردم، سکوت رده های بالا دستی در مقابل ظلم یک قاضی باشه، خب این اثر رو داره. 2، شهادت و زور، اگر انسان جایی شهادت نادرست بده، غلط بده، شهادتی که توش ستمه، اینم باعث میشه. 3، کتمان و شهاده، آدم یه جایی که میتونه گواهی بده ساکت بشه، این آقا میتونه با یه شهادتش این مظلوم رو نجات بده، یا نه یه حقی رو ثابت کنه، یا مردمی رو به صحنه بیاره. علمای یهود میدونستن پیغمبر ما پیغمبر آخر الزمانه، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، مثل پسراشون پیغمبر رو میشناختن، اما انکار میکردن. لذا خدا میگه لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت همه لعنت کننده های عالم بر اینایی که کتمان کردن. نگفتن به یهودیا که بابا این پیغمبر همانه که حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام فرمودن. کتمان خیلی بده. گاهی بنده میتونم با یک اعلامیم، با یک کلامم، با یک سخنم افشاگری کنم، دفاع کنم، شفافیت ایجاد کنم، صاحبان تریبون، صاحبان قلم، صاحبان فضای مجازی بدانید مثبت و منفی کار شما
تأثیر داره. آقایی که با یک شبهه تو فضای مجازی جوانها رو از نماز زده میکنه، دختران رو از حجاب دور میکنه، حالا چه تو لباس ما باشه، چه شخصی باشه، چه پشت منبر باشه، چه پشت تریبون باشه، چه عرض میکنم که نوشته باشه، پیش خدا مسئولید. اینایی که در فضای مجازی القاء شبهه میکنند، خیلی آدم دلش میسوزه. بعضی آدمایی که اول انقلاب سینه چاک بودند، مدافع بودند، خودشون عمل کرده خودشون رو نمیبینن، حالا به جای انقلاب اسلامی 57 میگن فاجعه انقلاب. فاجعه، شما خودت فاجعه ای، خودت فاجعه ای، برو خودت رو درست کن. به جای انقلاب کلمه فاجعه به کار میبری، خجالت بکشید، بترسید. 200,000 مردم شهید دادن این انقلاب، بیش از 4 دهه است با خون شهدا داره اداره میشه. صدا و سیما هم اینطور. آقایان صدا و سیما از نیروهایی که واژگان ضد ارزشی در برنامه ها به کار میبرن استفاده نکنید. بله، فضا رو باز گذاشتید، خوبه، سلیقه های مختلفی باید در صدا و سیما حضور داشته باشه، اما نه به قیمت زیر پا گذاشتن خون شهدا و ارزش ها. ارزش ها باید حفظ بشه. یه وقتی مقام معظم رهبری حفظه الله میفرمودن، یک کلیسایی بود در غرب، ایشون تو سخنرانیشون فرمودن هست، خب خیلی جوان میآمد، تعجب کردن. من چون کلیساهای غرب رو رفتم بعضیاشو، خیلی پیرمردها قد جوونا کمتر میان، یک کلیسایی خلاصه ابتکاری به خرج داد و جوونا زیاد شدن تو اون مسجد، تو اون کلیسا. بعد رفتن ببینن علتش چیه، دیدن کنار کلیسا یه پارکی، یه فضایی درست کردن، دختر و پسر میان اونجا، هم با هم رفیق میشن، هم مشروبی میخورن، هم تفریح میکنن. بالاخره بعد به اون آقا گفتن، آقا خب من جذب کردم جوونا رو، ببین باعث جذب شدم. آقا این که جذب نیست، کلیسا محل عبادته، کنیسه محل عبادته، مسجد محل عبادته. ما برای ایجاد فضای باز بیایم ضد ارزش های 50 سال پیش طاغوت رو، شخصیت های معلوم الحال تاریخ رو احیا کنیم در صدا و سیما، برای اینکه فضای باز ایجاد کنیم. نه، با تدبیر باید فضای باز ایجاد بشه. لذا کسانی که کتمان میکنن، نمیگن حقایق رو، اینها اثر داره توی جامعه. این 3 تا گناه. 4، منع الزکات، منع الزکات والقرض والماعون، کسایی که زکات نمیدن. کشاورز باید زکات بده، دامدار باید زکات بده. زکات چندین برابر خمس تو قرآن آیه داره، خمس 1 آیه داره، زکات 10 آیه داره. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا، تو همه زیارت نامه ها میگی. زکات به 9 چیزه، دام و زراعت عمده شه، جو، گندم، بعضی از حیواناتی که گوسفند، گاو، شتر تعریف شده. 5، قساوت القلب علی الفقرا، اگر کسی به فقرا قسی القلب بود، میگن بابا این مردم قزن کمک میخوان، این مردم شهر تو هستن، این فامیل توست، توجه نکرد. 6، ظلم الیتیم، کسایی که به یتیم ظلم میکنن. 7، انتحار السائل و رده باللیل، تشر زدن به فقیر، رد سائل. قرآن هم میفرماید و اما السائل فلا تنهر، اگر کسی سائلی رو باش دعوا کرد، تشر زد. ببینید تمام این 7 مورد، من نگفتم نماز، نگفتم روزه، نگفتم قرائت قرآن، نه، بنده که نمیگفتم، حدیث امام سجاده. امام 7 مورد شمردن، تمامش هم به حقوق مردم برمیگرد. قاضی ظلم کنه، زکات پرداخت نشه، شهادتی کتمان بشه، ببینید تمامش برمیگرده به حقوق مردم. این بحث امروز ما راجع به باران، آیه 48 و 49 سوره مبارکه روم. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کن.
خشکسالی رو از کشور ما دور بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم مظلومان عالم به ویژه ملت مظلوم فلسطین، ملتی که هر شب دارن بچه و کودک و زن و فرزند از دست میدن، خدایا خودت یاریشون بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. امروز بریم در خانه جوان امام حسین علی اکبر علیه السلام، جوانی که کربلا آب نبود، شدت جنگم بود، تشنه شد. از باران گفتیم، بیایم از تشنگی این جوانم بگیم. رفت میدان، برگشت گفت بابا تشنگی داره من از پادر میاره. ابی عبدالله آب نداشت. یه پدر وقتی نتونه خواسته جوانشو انجام بده خیلی شرمنده میشه. لذا شیخ جعفر شوشتری میگه امام حسین چند جا روز عاشورا شرمنده شد، یکی وقتی از نهر علقمه برگشت عباس همراهش نبود، یکی وقتی علی رو برد آب بیاره علی اصغر رو، اما گلوش شکاف دیگه شرمنده شد برگرده پیش مادرش، یکی هم وقتی علی اکبر اومد گفت بابا تشنمه آب نداشت، لذا جوانشو تو آغوش گرفت، کام در کام جوان گذاشت، ببین بابا منم تشنم، لبهای حسینم خشکه. جوان به میدان رفت، شجاع قویه، اما اونا نامرد بودن، بیدین بودن، قاعده جنگ رو رعایت نمی کردن. در قدیم قاعده جنگ تن به تن بود، اما محاصرش کردن. همینقدر بهتون بگم، جوان رشیدی که جلو ابی عبدالله ایستاده بود، تو آغوش ابی عبدالله بود، لحظاتی بعد قطعوه به سیوفه به اربن اربا، یعنی هر قطعه شد. نمیدونم چقدر شمشیر به این بدن زده بودند، نمیدانم. دست علی اکبر به گردن اسب، اسبم میان دشمن، هر که هر شمشیری داشت زد. لذا ابی عبدالله وقتی آمد، جوان دارا خدا داغ جوان براتون نیاره، جوانامونو حفظ کنه، عاقبت به خیر کنه. وقتی ابی عبدالله آمد، علی جان داده بود دیگه، نتونست باشه حرف بزنه، فقط هی فریاد میزد ولدی یا علی، پسرم، میوه دلم، از ته دل فریاد میزد. بعضی ها گفتن امام حسین تا اون لحظه کسی صدای گریهشو بلند نشنیده بود، آمده بود کنار مسلم ابن اوسج حبیب، اما اینجا بود که رفع صوته بالبکا، صداشو به گریه بلند کرد ابی عبدالله و صورت رو صورت جوان گذاشت. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا در ظهور بابرکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، به برکت امام زمان به کشور و مملکت و وجود ما برکت عنایت بفرما. کشور ما، تمامیت ارضی ما، امنیت ما در پناه امام زمان خاصه رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. اموات، گذشتگان، عزیزانی که سالهای قبل بودند و امسال نیستند، اموات این جمع حقیر، روح ملکوتی حضرت امام، علما و مراجع عالی مقام گذشته، شهدا، شهید سلیمانی، از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا بیمارانمون رو سلامت و صبر نصیب بفرما. شر اسرائیلی های قاصب رو به خودشون برگردان. خدایا اونها رو، جنگ رو در میان خودشون قرار بده. مظلومان عالم رو یاری بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت کن.